سونی های روی طالبان همچنان به پیشروی خود در شهرها و مناطق مختلف کشور افغانستان ادامه می دهند و این احتمال وجود دارد که در آینده این چندان دور پایتخت این کشور را هم به اشغال خود درآورند. در صورت تحقق این امر جنایت های طالبان بیش از پیش خواهد بود و به کشتار مردم افغانستان به خصوص شیعیان این کشور ادامه خواهند داد اما با همه این اوصاف این روزها عاشقان سیر و سالار شهیدان حضرت عبا عبدالله حسین علیه السلام در افغانستان دست از ازاداری برای آن امام همام بر نداشتند همکارم علی اکبری گزارش می دهد. مقام های امنیتی کابل اعلام کردند که امنیت ده اول محرم امسال با مشارکت نیروهای مردمی تأمین خواهد شد. اما تامین امنیت مهمترین نگرانی ازاداران حسینی در کابل و سایر شهرهای افغانستان است. شهر کابل و به ویژه قرب کابل که مناطق شیه نشین است، این روزها شاهد برگزاری مراسم دهه محرم است. این مراسم در حالی در افغانستان برگزار می شود که در بسیاری از ایالتها و کلان شهرهای افغانستان جنگ به شدت جریان دارد، و هر روزه بر اثر حمله های سنی های طالبان شماری از شهروندان کشته و زخمی می شوند. در همین حال منطقه دشت برچی که بیشترین جمعیت شیعیان هزاره افغانستان را در خود جای داده هم این روزها سیاه پوش شده و پرچمهای سرخ و سبز در دو سوی خیابان اصلی آن برافراشته شده است. این در حالی است که وضعیت امنیتی در این بخش از کابل در یک سال گذشته پیوسته آسیب پذیر بوده و هر از گاهی یا مورد حمله های انتحاری و یا مین های جاسازی شده قرار گرفته که از اهالی آن صدها کشته و زخمی گرفته است. در بزرگترین جنایت سنی های تندرو طالبان به این منطقه در حمله به مدرسه سید و عليه علیه السلام در دشت برچی کابل نزدیک به دویست دانش آموز دختر به شهادت رسیدند در سال 1395 در حمله به مراسم عزاداران شیعیان افغانستان در مسجد کارت سخی در شهر کابل 18 نفر شهید شده و 58 تن زخمی شدند همچنین در سال 2011 در حمله به مراسم عزاداری در روز آشورا در حسینی حضرت ابوالفضل علیه السلام در مرکز کابل 54 تن به شهادت رسیده و 150 تن زخمی شدند. به رغم همه این جنایت های سنی های طالبان و دیگر گروه های تروریستی علیه شیعیان در افغانستان اما این عاشقان اهل بیت اسمت و تهارت علیه السلام دست از برگزاری مراسم برای سید و سالار شهیدان علیه السلام نمی کشند.